بیا هم دیو شرق لسه اسری لال خبرونه ده تاسو په ژوندۍ بڼه د هلال تلویزیون څخه د اسری لال خبرونه ګوري. په دې برخه کې زموږ همکار فراد حکیمي را سره دی او پر دې باندې خبرې کوو چې رسنۍ د هغه ورځې څخه چې طالبان افغانستان ته راغلي دي څومره له بد وضعیت سره مخامخ دي. حکیمي صاحب دیو شرق لس سلام تقدیم میکنم برای شما ودان صاحب بزرگوار بر همکاران ما در بخش تخنیک میگونه در اتاق فرمان در خدمتیم. صدا باشین. چی داری از بخش رسانه؟ هر چی میشنوید در خدمتیم. فرسان کنین چی میخواین بدان؟ شاید سخت باشه بگیم همکاران ما آره فرق نمیکنه چه این رسانه چه رسانه دیگه بس. سخته که بسته شدنش رو ما به چشم خود میبینیم و اونم در قرن 21. چی فکر میکنی وضعیت رسانه در افغانستان برای فعلا آماری که شما دارین در چه وضعیتی هست؟ ما بازم سلام بر شما تقدیم میکنم. قبل از اینکه بپردازیم برای مزدود شدن رسانه ها در این فعلا چه خوب است که کمی نگاه بندازیم برای آغاز رسانه ها در افغانستان. یکونین قرن رسانه ها در افغانستان فعالیت داشته و شما هم در جریانش هستین که در زمان حکومت امیر علی شیر علی خان رسانه ها امیر علی شیر نوایی نه امیر علی شیر علی خان البته حکومت آیسته آیسته خودش جامعه تا برای ازی که رسانه ها فعالیت آغاز بکنند. نشریه امیل وقت هست که پا به عرصه فعالیت شروع میکنه به نام شمسال نهار. بالاخره همی آغاز رسانه ای یا کار رسانه ای روزنامه‌نگاری در افغانستان است. این مرحله دوام پیدا میکنه. این مرحله دوام پیدا میکنه بالاخره ما شما میبینیم تا زمان در حکومت امیر حبیب‌الله خان هم بالاخره در حکومت امان الله خان هم کماکان در رسانه ها جادگه باز میشه. تا حکومت کمونیست ها در افغانستان. بعد حکومت کمونیست ها که میاد بالاخره از همیجا آغاز از این شروع میشه که سر رسانه ها کماکان حکومت کمونیستی بله حکومت کمونیستی محدودیت های سر رسانه ها دیگه شروع میشه. بله از همیجا این محدودیت ها دوام پیدا میکنه و هم حزبی میشه همزمان فقط برای حکومت امو وقت نشرات انجام میدن. همین که محدودیت ها باز میشه پس معلوم دار است که رسانه ها حزبی میشه. بله از همیجا این ادامه پیدا میکنه بالاخره حکومت کمونیست ها به گونه کامل سقوط میکنه و بله حکومت استاد برهان الدین شهید میآید روی کار. در حکومت از این مشکلاتی که پیدا میشه ما شما رسانه را میبینیم رسانه داخل افغانستان از فعالیت باز میمونن ولی رسانه بیرونی دیگه به فعالیتش ادامه میده. بله. رسانه که گزارش تهیه میکنن اجازه پیدا میکنن مستندا نشر میکنن یا ثبت میکنن از قضایای افغانستان از درگیری های افغانستان. بالاخره تا سقوط این حکومت آمدن طالبان در افغانستان وقتی طالبان میاد بالاخره باز یک امی زمینه سرشان قید میشه و داخل کابل البته نه بیرون از کابل در داخل کابل تنها یک دو رسانه فعالیت میداشته باشه که یکی رسانه خود دولتی بوده به نام صدای شریعت و دیگر رسانه بی بی سی بوده که ما شما میفهمید به نشراتش از افغانستان نیست بلکه از انگلستان نشر میشه. این دوام پیدا میکنه تا سال 1381. در سال 1381 بالاخره با آمدن حکومت موقت و انتقالی همیگونه رسانه ها کماکان دوباره جای پیدا میکنن و یک رونق رسانه ای در تاریخ افغانستان رخ میده. در این زمان است که از سال 1394 تا سال 1397 البته چیزی که وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان یک آمار نشر میکنه میگه که 47 رسانه تصویری، 77 رادیو، 137 رسانه چاپی، 166 نهاد فرهنگی و 21 تلویزیون کیبلی جواز میگیره. در همین زمان بله در همین زمان تا سال 1397 دوام پیدا میکنه. بعدم البته کماکان دیگر رسانه هم جواز میگیرن. بله این دوام پیدا میکنه تا سال 2014. بالاخره 2014 باز کمی سر رسانه ها محدودیت وضع میشه. البته این محدودیت این نیست که با کدام مشکلی بلکه مشکل اقتصادی سرشان کماکان میاد گرچه در اون پیشتر از اون میامده حکومت وحدت ملی یا به قول هم بگویم حکومت عین و غین در افغانستان که میاید بالاخره در همین زمان است که مشکل دیگه در عرصه رسانه‌ای باز پیش میشه. بدون از اینکه اینا در دسترسی به اطلاعات نداشتن اینا با مشکلی که مواجه میشن البته این مشکل مشکلات اقتصادی میباشه از همون جا آغاز بسته شدن رسانه ها شروع میشه. آغاز میشه 200 رسانه در زمان حکومت وحدت ملی بسته میشه. این دوام پیدا میکنه که تا ما شما میبینیم که بر اساس مشکلات اقتصادی بله مشکلات اقتصادی و مشکلات دیگه هم که داشتیم این مشکلات بیشتر کماکان البته در اطراف مشکلات امنیتی هم بوده که رسانه ها بسته میشه. بله. مشکلات دوام پیدا میکنه تا 24 جوز تا 24 ماه قبلی البته که ما شما این مای سنبولمی مای پیش مای اسد بله مای اسد حکومت رئیس جمهور غنی هم بالاخره رئیس جمهور پیشین افغانستان سقوط میکنه. بعد باز رسانه های اگامار نشر میکنن که در این مدت 153 رسانه بله. که البته شامل تصویری و چاپی و دیگه میباشه این رسانه ها چی میشن؟ بسته میشن. بالاخره این به خاطر چی بود؟ البته چند مشکل ایجا پیشنهاد میکنن بله. عدم دسترسی به اطلاعات
نداشتن منابع مالی برای رسانه ها، همین چند چیز و مشکلات و البته محدودیت های امنیتی هم باعث ازی گفتن که رسانه ها بسته میشه. گرچه یک قانون دسترسی به اطلاعات در سال 1393 پس از 3 سال کشمکش از پارلمان آمد و در نوعی سرطانی قانون با اکثریت آرا تصویب شد که فکر کنم 32 ماده به 32 ماده به تصویب میرسه. بله. ولی ما امروز میبینیم که با چه مشکلاتی دست و گریبان ما و شما و همه گونه همکارای دیگه ما که در رسانه های متعدد هستن دست و پنجه نرم میکنن. بله. حالا آماری که تازه پخش میشه، نشر میشه، گفته میشه که بیش از 150 رسانه فکر کنم اشتباه نکنم. بله. در حال بسته شدن یا بسته شدن یا در حال بسته شدن است. بله. از این چه میدانیم؟ همین نکته را قبلا اشاره کردم. 153 رسانه از یک ماه به این طرف، البته یک ماه زیادتر به این طرف. دلیلش می‌خواستم بپرسم. دلیلش همین بوده. دلیلش مشکلات اقتصادی بوده. عدم دسترسی به اطلاعات کافی بوده. البته که نداشتین به دسترسی به اطلاعات منابع اطلاعاتی. دوم دیگه بدون از اینها گفتن جنبه امنیتی را هم پیشکش کردن. درست. عدم علاقمندی خبرنگارا برای آمدن روی کار. فرار خبرنگارا. بالاخره این مسائل باعث شده که من خواستم این نکته را اشاره بکنید که در دلایل قبلی اشاره نکردید، دلایل در این دلیل اشاره کردین که خبرنگاران از کشور در حال بیرون رفتن است. مشکل اساسی هم فکر میکنم برای فعلا امین است، درسته؟ بله. یک تعداد از خبرنگاران ما و شما به بیرون از افغانستان رفتن، بسیاری ها دیگه اگر در داخل افغانستان هستن جرأت نمیکنن. بله، جرأت نمیکنن و یا هم برای خودشان زحمت نمیتن دوباره بر رسانه ها، معنی هایی که خود رسانه ها نسبت مشکلات پولی که برشان آمده اینا را از کار جواب داده که و یک مشکل خیلی خطرناک است. ما و شما میدونیم که یک جامعه یا یک کشور وابسته به یک رسانه، چون قوه چهارمه یک مملکت یک حکومت رسانه می باشه، باید اطلاع رسانی بکنه، نکات ضعف حکومت بیان بکنه، خوبیایش بیان بکنه و ما و شما میبینیم که چه محدودیت های باعث شده که خبرنگارا نتونن به سر کارشان بیان. بله. چه فکر میکنی که میسته شما چون کار شما با مردم است و با مردم غذایشان اون اطلاعاتی که گفته میشه برایشان ندید چی اتفاق میفته؟ یا در کل واضح ترش بگویم که بدون رسانه میشه زندگی کرد؟ خب در قرن 21 نخیر، حتی نه پیش از قرن یکم شما بدون اطلاعات نمیتونید. شما هم نیاز داری به اطلاعات. شما باید دسترسی داشته باشی. شما باید بدانید که چی اتفاق افتیده، در کجا چی خبری شده. و رسانه ها منبع زمینی هستند، زبان هستند. وقتی من چند قبلا به شما اشاره کردم، نماینده های واقعی یک ملت همیشه خبرنگارا میباشند. اینا زبان هستند. چی بیان میکنند؟ چی میبینند؟ کسایی که بدون رأی و بدون پول و اینا برگزیده میکنند، این زبان همه دارن. ولی که خداوند انتخاب میکنه و به این رسالت شما میرسی، باید در قسمت امانت داری، در قسمت رساندن پیام ملت، مشکلات ملت به طور درست و احسن و بی‌طرفی و انصاف و عدالت و اینا باید هم چیز اتفاق بیفته. همه چیز باید مد نظر گرفته برای ملت خود. ما بگویم که ما در کجا هستیم، چی میکنیم، چی میبینیم و آینده چی خواهد شد. درست. و از آینده جمله استفاده کردی، فکر میکنی آینده رسانه افغانستان چیه؟ من یک دو تصویر در ذهن خود از رسانه ها در افغانستان دارم. بفرمایید. آنچه که ما در یک و نیم قرن اگر ببینیم، آینده رسانه ها به دو چیز وابسته است. یک، اگر رسانه ها استقامت کنن، از خود حوصله مندی نشان بدن و با مشکلات و چالش هایی که فرارایشان آمده میره خود مبارزه بکنن، انشالله آینده روشن دارن. اگر نکنن، ما بس با مدوری علکه این میریم و تمام. سپاسگزارم همکارم فراد حکیمی که اینجا در استودیو با ما بودید. سپاس میکنیم از شما هم دعوت. وقفه میگیریم، زود برمیگردیم.